به دنبال افزایش تنش میان رهبران سیاسی عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد هشدار داد که اگر گروه پارلمانی العراقیه مورد حمایت سنی ها به تحریم دولت وحدت ملی ادامه دهد، 9 وزیر آنها را جایگزین خواهد کرد. پس از حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق، به اتهام مشارکت محافظانش در عملیات تروریستی، تنش سیاسی در این کشور بالا گرفته است. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمادگی خود و محافظانش برای حضور در دادگاه گفت: برای برآورده شدن حداقل عدالت، من مطالب و اعتراضاتی علیه تحقیقات صورت گرفته توسط واحد نظامی بغداد یا پلیس فدرال و یا اطلاعات ارتش دارم. همچنین در حالی که 3 روز بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، هشدارها در مورد بروز جنگ فرقه‌ای در این کشور افزایش یافته، طارق الهاشمی اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه این نیروها یک عراق دموکراتیک را ترک کردند به تمسخر گرفته بود.